دوستان عزیز چند ماه پیش من در هواپیما بودم و در سفر چند ساعته با یک عزیزی صحبت کردم که ایشون اول همین که کلمه خدا رو از دهان من شنید گفت وایسا من اصلا اهل دین و مذهب نیستم خواهش می‌کنم این اصلا تمام بکن صحبت نکنیم با هم گفتم من اهل دین و مذهب نیستم گفت ولی شما گفتی خدا گفتم خب خدا هم از دین و مذهب بعدش میاد خدا چه رفتی به دین و مذهب داره گفت نمیفهمم منظور چیه و چند ساعت با هم صحبت کردیم در مورد چیزی که میخوام در چند دقیقه به شما بگم که فرق بزرگی هست بین دین و مذهب و رابطه و خداوند میخواد ما وارد رابطه ای بشیم با خدای زنده رابطه زنده با خدای زنده رابطه واقعی با خدای واقعی که میشه مسیحیت واقعی مسیحیت یعنی این مسیحیت هم میتونه تبدیل به دین و مذهب بشه ولی مسیحیت واقعی یک رابطه ساده واقعی با خدای واقعی با خدای زنده است و این رابطه واقعا زیباست فرقش چیه با دین و مذهب در دین و مذهب شریعت هست این کارو بکن این کارو نکن در رابطه فیض و محبت هست و حتی اگه ما اشتباه میکنیم که مطمئن خواهیم کرد خداوند ما رو میبخشه خداوند ما رو دوست داره و پای و اساس رابطه محبت و فیض فیض خداوند هست ولی پایه و اساس دین و مذهب شریعت هست این کارا بکن این کارو نکن دومین فرقش اینه که در دین و مذهب پدرخواندگی داریم پدرخوانده قدرت طلبی هست ولی در رابطه فرزند هست یعنی ما فرزندان خدای زنده میشیم وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم و توبه میکنیم و وارد این رابطه زیبا با خدای زیبا میشیم فرق دیگه اینه که در دین و مذهب رسم و رسوم و آین وجود داره که خیلی وقتا باز مثل شریعت باعث خستگی میشه حالا هر روز چند مرتبه باید این کار رو بکنید در این مسیر در این زاویه به این صورت بابا خسته شدم واقعا خداورش مهم من چطور دعا میکنم حالا دستم اینجوری بکنم دعا بکنم یا یه دستم بلند بکنم فرق میکنه برای خدا خدا به دل مینگرد نه به ظاهر پس چرا این همه ظاهری میکنیم قضیه رو چون که دین و مذهبه دین و مذهب ظاهریه آین و رسم و رسوم درش هست ولی رابطه واقعی رابطه هست رابطه در دین و مذهب فرق دیگهش اینه که تقلید هست یعنی از یه نفر شما تقلید میکنی ولی گرچه رابطه واقعی در مسیحیت میتونه شبیه اون باشه ولی اون نیست چرا که شما یک الگو داری که شاگردسازی میکنه شما رو یعنی شما رو شاگرد میسازه برای خداوند واقعی که شاگرد واقعی باشی نه اینکه فقط تقلید بکنی از این نفر که اتفاقی بیفته نه میخوای شاگرد بشی و شاگردسازی سازی است به جای تقلید فرق دیگهش اینه که در دین و مذهب اقتدار و قدرت طلبی هست ولی در رابطه واقعی فروتنی هست و خادم سازی هست. شما میخوای خدمت بکنی مردم رو نه اینکه قدرت داشته باشی بر روی مردم دین و مذهب سنت طلبی درش هست سنت درش هست ولی در رابطه واقعی کلام خداوند و روح خداوند شما رو هدایت میکنه و سنت گرچه زیباست اگه سنت زیبایی باشه ولی سنت اصل مطلب نیست اصل مطلب کلام خداوند روح خداونده که با شما صحبت میکنه و در شما قرار میگیره در دین و مذهب جدایی هست فرقه گرایی هست حتی مسیحیت میتونه تبدیل به یک دین بشه یک مذهب بشه کاتولیک ارتودکس پروتستان سه تا فرقه هست ولی واقعا برای خداوند مهم نیست <تصفح> اگه در رابطه واقعی زنده با خداوند هستی خدا میگه یعنی چی, میگی میگه ارتودکس چیه پروتستان چیه این چی گفتی من نمیفهم اینا رو من عیسی مسیح رو فرستادم جان خودش رو داد که جریمه گناه تو رو بده که تو وقتی توبه میکنه بتونی نجات بیابی از جهنم از لعنت گناه که وارد این رابطه زیبا با من بشی این میشه مسیحیت این میشه رابطه دین و مذهب درش فرق گرایی هست ولی در رابطه واقعی وحدت و یگانگی هست در دین و مذهب خشونت هست و ما خیلی این رو دیدیم در تاریخ ولی در رابطه واقعی آرامش هست و آرامی هست و در دین و مذهب این کلمه رو چطور بگم شما خودت رو جدا میبینی از بقیه انگار شما یک کسی هستی یک غروری در شما ایجاد میشه که من همه این کارا رو میکنم پس من یک کسی هستم ولی در رابطه واقعی فروتنی هست و شما میدونی که خداوند شما رو نجات داده و شما هیچ هستی ولی با خداوند همه چیز پس گرچه قدرت و اقتدار در دعای تو هست، در کلام تو هست، ولی در عین حال شما فروتن هستی، افتاده هستی، افتاده دل هستی چون که میدونی که خداوند شما رو نجات داده و همه چیز مال خداونده. رابطه زیبا سازی. من شما رو تشویق میکنم که وارد این رابطه با خدای زنده و واقعی بشید. خدا شما رو برکت بده.